نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد امروز هشدار داد که اگر شورای امنیت این سازمان در مورد سوریه به تسلیحات شیمیایی اقدامی انجام ندهد، آمریکا آماده است نظیر سال گذشته وارد عمل شود. گزارشی از پیام یزدیان. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت که به آخرین تحولات جنگ 7 ساله سوریه می پرداخت، از حمایت بی‌شائبه روسیه از دولت بشار اسد و عدم التزام به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در برقراری آتش‌بس شدیداً انتقاد کرد. Today we know that the Russians did not keep their commitment. امروز ما شاهدیم که عملکرد روسیه با حرفهایش و تعهداتش مطابقت ندارد، زیرا بمب همچنان بر سر کودکان در شرق غوطه فرود می آید. امروز باید از خود بپرسیم که آیا روسها می توانند از ادامه خونریزی توسط رژیم اسد، بمباران مدارس و حتی استفاده رژیم اسد از تسلیحات شیمیایی جلوگیری کنند؟ آیا وضعیت در سوریه تغییر کرده است و روسیه ابزار دست سوریه شده است و حتی بدتر از آن ابزار دست ایران شده است؟ این در حالی است که خود روسها نیز در بمبارانها شرکت دارند. خانم هیلی با هشدار به رژیم سوریه در مورد استفاده از گازهای شیمیایی افزود که آمریکا در صورت اثبات چنین حرکتی از سوی دولت دمشق مانند گذشته اقدام خواهد کرد. او گفت که از نظر مسکو و تهران همه ی کسانی که با آنها مخالفند تروریست هستند. In the eyes of Russia, Iran and Assad. روسیه، ایران و اسد منطقه شرق غوطه را پر از تروریست می دانند. از نظر آنها بیمارستان‌ها و مدارس پر از تروریست است. روسیه و سوریه مصر هستند که تروریست‌ها را هدف قرار می دهند، اما بمب‌های آنها بیمارستان‌ها را هدف قرار می دهند. در این نشست، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفت که تنها راه برون رفت از وضعیت جنگی در سوریه رهیافت سیاسی از طریق مذاکره است. پیام یزدیان، صدای آمریکا.